جمج کباب خام باشی. شروع نشده که. بودو بیا اینجا ببین، به این ظرفا میگن جمج، روی زغال گذاشتن، ترکیب گوشت پرچرب به گوسفندی و گوجه و پیازه که این کبابا وقتی پخته شد توش کشیده میشه. اوه 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 بنازم. جمج با دو سیخ کوبیده فقط 237 تومن. ببین چه شکلی واسط سرو میکنن، جلز ولز کنان، کتتو قشنگ اینجوری خالی کن توش. غذایی که تصویرش چند تا کشته میده مزه‌اش چی میشه؟ آقای مهرزاد حسن از هنرپیشه‌های معروف کشور. ببین روی این گمجا 25% تخفیف گذاشتن با اسم فرهاد پز. سکته 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 قلبی، فقط به خاطر دیدن این تصویر، واسه اینکه من الان اضافهش کردم به بیرون ور. چقدر ایهام بود تو اصلا؟ چیز خاصی نبود، نمیدونم شما به چی گرفت. یه تنور سنتی خوشگلم دارن، این نونای نقلی ها توش میپزن، میتونی گمجتو با اینا بزنی. بال زعفرونی و بال تند و کتف تند و اینم کتف زعفرونیه، جوجه زعفرونی، جوجه ترش، کباب ترش، اینم از چنجه که گوسفندیه، اینم چنجه دنبه. چی میخواییم بزنیم؟ جمج کباب خام باشی. دوستان اگر لذت بردین تا اینجای ویدیو، شروع نشده که، ولی شما قبلش بدونید قرار لذت ببرید، لطفاً لایک و ساب کنید. جان بفهمید بفهمید، آقای مهرزاد حسن از هنرپیشه های معروف کشور، خواننده، بازیگر، صدا پیشه، هنرپیشه، پیشه، کسب پیشه. بودو بیا اینجا ببین، به این ظرفا میگن گمج، روی زغال گذاشتن، ترکیب گوشت پرچرب به گوسفندی و گوجه و پیازه که این کبابا وقتی پخته شد توش کشیده میشه. بریم بهت نشون بدم. از این واویشگاهی که روی زغال داره جلیز ویلیز میکنه میریزیم توی این گمجا که اینا هم روی زغال قشنگ داره گرم میشه. واسه شما هم دقیقا همین شکلی انجام میشه اینجا، بعد کبابا تازه میاد روش. اوه 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 بنازم. آخه این غذا رو کجا با این قیمت بهت میدن؟ این گمج با دو سیخ کوبیده فقط 100 و اینم گمج با کوبیده با کباب ترش، کوبیده با جوجه ترش، یه کوبیده با یه جوجه زعفرونی، یه چنجه بگیر، چنجه کوبیده، اینم چنجه دنبه با کوبیده. به به، ببین روی این گمجا 25% تخفیف گذاشتن با اسم فرهاد پز. 6 مدل گمج دارن با واویشکا، 2 مدل هم کتف و بال بدون واویشکای زیرش. تهش هم روی این ترشا گردو میریزن براتون. رو کباب ترش و جوجه ترش هم گردو آسیاب شده میزنن و دونه انار به این صورت. بال و کتف تند، اینم بال و کتف زعفرونی. یه تنور سنتی خوشگلم دارن، این نونای نقلی ها توش میپزن، میتونی گمجتو با اینا بزنی. ببین چه شکلی واسط سرو میکنن، جلز ولز کنان. شما هم کم لطفی نکن دیگه، کتتو قشنگ اینجوری خالی کن توش. یا ابل عین من، نگاه کن این غذا رو باید این شکلی بخوری، این چربیه و کبابا بره تو خورده این برنجه. صدا رو دو نفر سکته 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 قلبی، فقط به خاطر دیدن این تصویر. واقعا جالبه که هر کسی هم ببین این چنج دنبه بود به اضافه کوبیده، شما هر آیتمی تو منو باشه رو میتونی به این شکل سفارش بدی و بیاد واسط بزنی بر بدن. حجمش هم که انصافا عالی، همین واسه بیرون برم میتونی سفارش بدین. واسه اینکه من الان اضافهش کردم به بیرون بر، نمیخواستن بیرون برشو بدن چون میگفتن سرد میشه، ولی خب دوستان خودشون میدونن دیگه، این غذا رو بگیرن تو منزل خب تا اونجا برسه سرد میشه، باید بذاری داخل مایکروفر، ظروفشون هم مایکروفریه، گرم میشه، همین شکلی میذاری بر بدن حالشو میبری. خیلی از دوستان چون شرایطشو ندارن بیان بیرون، میخوان شرایطشو داخل فراهم بکنن، این غذا رو نوشجان بکنن، برای اونا خیلی خوب. چقدر ایهام بود تو اصلا؟ آخ چیز خاصی نبود، نمیدونم شما به چی گرفتی.
اینجا رستوران خانباشی، اولین رستوران مازندرانی در تهران که از قدیم توی بازار بودن، الان اومدن منطقه جماران هستن. یه محیط خیلی خوشگل دارن، یه سالن بسیار زیبا دارن. جاتون خالی. اینم گمش کباب ما. آقا به به، من چی میتونم بگم آخه راجع به این غذا؟ غذایی که تصویرش چند تا کشته میده مزه‌اش چی میشه؟ نون تنوری هم دارن اگر دوست داشته باشین، با نون هم میتونین اینجا نوشه جان بکنین. نون هم هر چقدر بخواین هست، این شکلی با این دنبه و گوجه و گوشت و همه چی برمیداری این شکلی میذاری لای نون. کبابت هم همینطور و میزنی بر بدن. اینجا انواع غذاهای شمالی میتونی نوشه جان بکنی. این بشقاب مزه است، چیزهای خوشمزه توش داره. انواع زیتون هم دارن، سالات، ماست، سیر ترشی و اینم دوغ سنتیشونو که دهن خودم آب افتاد. جای همگی خالی. هم میتونید مثل من برنجتون رو توی همین گمجا بریزین با کباب و واویشکا ترکیب بکنین که پیشنهاد من اینه. هم میتونین این شکلی کبابتون رو از توی ظرف در بیارین روی برنجتون بذارین. اینم جوجه ترششونه، کباب ترش هم اضافه شده. این دوتا آیتم سری قبل نبود. جای همگی خالی. روش هم گردو و انار داره. یه حیاط خیلی باصفا هم دارن، میتونین توی سالن هم بشینین.